80% جرایم جنایی در هرات با استفاده از موترهای اشترنگ راسته صورت می گیرد. مسئولان مدیریت ترافیک با بیان این مطلب تاکید دارند موترهای ویشی در هیچ نهاد حکومتی ثبت نشده است. از سوی هم فرمانده پلیس هرات می گوید تا زمانی که موترهای اشترنگ راسته گردآوری نشود، امنیت این شهر تامین نمی شود. در همین حال مالکان موترهای اشترنگ راسته می پذیرند که این موترها با شماره پلت تقلبی گشت و گذار می کنند و در صورت بروز حادثه ترافیکی مالک آن می تواند به راحتی از محل حادثه فرار کند. همکار موسی نیکخوا گزارش می دهد. افزایش شماره موترهای اشترنگ راسته در شهر هرات نگرانی جدی باشندگان این شهر را در پی داشته. مالکان موترهای اشترنگ راسته میپذیرند که این موترها با شماره پلت تقلبی گشت و گذار میکنند و جواز سیر آنها هم تقلبی است. حقیقت خود ما می جریان که موترهایی که فعلا به نام ویشی آماده به هیچ عنوان اینا اسناد نداره. پلت از اینا تقلبی 3000 افغانی قیمت خود اینا جواز سیر سفید نوشته میکنم پلاکای اینا خود اینا میچسبونم هیچ جواز نیه. مدیریت ترافیک هرات میگوید شماره موترهای اشترنگ راسته یا ویشی به درستی مشخص نیست و این موترها در هیچ نهاد حکومتی ثبت نشده است. از همین رو 80% جرایم جنایی با استفاده از همین موترها صورت می گیرد. چون اینا هیچ نوع ثبت و رجستر در هیچ جا نمی باشد، یعنی ایتو گفته می تانیم که در حدود 80% جرایم گوناگون که اونا تنها حادثه ترافیکی نیست، تمام جرایم از این وسایل کار گرفته میشه. متاسفانه در مواردی که اختطاف اگر صورت میگیره، اگر انفجار صورت میگیره، اگر ترور صورت میگیره به وسیله موترهای ویشی به انجام میپذیره. کمیته امنیتی شورای ولایت هرات نیز همانند باشندگان این شهر نسبت به افزایش شمار موترهای اشترنگ راسته نگران است و از حکومت میخواهد موترهای خلاف دست افغانستان را گردآوری کند. ما به هرات بزرگواری داریم در سطح نظامی. این همی شورای نظامی رو دایر کنم. من دیروز هم به جلسه امنیتی گفتم که اگر میفهمم که این موترهای ویشی به نفع هرات نیست، به امنیت هرات برهم میزنه، این همی تصمیم بگیرم برای توقف موترهای ویشی. ما هم از اون حمایت میکنه. با این همه فرماندهی پلیس هرات نیز تایید میکند که تبهکاران در انجام جرایم جنایی از موترهای اشترنگ راسته کار میگیرند و تا زمانی که موترهای ویشی گردآوری نشود امنیت هرات هم تامین نمی شود. تا زمانی که موترهای ویشی تصمیم گرفته نشه و اینا جمع‌آوری نشه، من فکر نکنم که ما به شکل درست و صحیح بتانین موفق باشین و امنیت را از فعلا کده بهترتر در داخل خود شهر را داشته باشین. موترهای اشترنگ راسته یا دست پاکستان به گونه پرزه از کشورهای خارجی وارد کشور می شود و سپس قطعات جداگانه اونها با هم یکجا شده و تبدیل به موتر می شود. از همین رو این نوع موترها نه اسناد گمرکی دارند و نه هم جواز سیر.